رادیو همراه بفرمایید. سلام دکتر، خوب هستین؟ من خوبم، بفرمایید. سلامت باشید. فریبا هستم، ساکن سابه و در حال حاضر تورنتو اومدم برای دیدار اقوام، یعنی 3 تا خواهر و برادرم. بعد در واقع 1.5 ماه اومدم. قبل از اومدن که با پسرم اومدم، قصد اینو داشتم که ودارم که پناهندگی بگیرم و اینجا بمونم. شما چه مدتی است اصلا وارد خاک کانادا شدید؟ 1.5 ماه که من کانادا هستم. میفرمودید شما چند سالتونه؟ بله، من 50 سالمه، پسرم هم 14 سالشه. البته من 6 سال پیشم با پسر، 2 تا پسر داشتم که یکیشون تقریبا 4 سال پیش فوت کرد. با هم کانادا اومده بودیم برای دیدار اقوام که من به ایران برگشتم. الان دفعه دومه که اومدم. همسرم هم سری اول و هم این سفر با هم نیستن، چون ویزا نداشتم و قصد سفرم فعلا ندارن با ما. چرا پسر رو از دست دادید؟ پسرم تقریبا 4 سال پیش به خاطر تومور مغزی فوت کردم. 24 سالش بود. بسیار متاسف. خب میفرمایید. حالا برای چی تلفن کردید؟ من خواهش میکنم، من حقیقتش یه سری کارای برای پناهندگی الان تصمیم جدی بود قبل از اومدن. وقتی هم که اومدم همون قصد و نیت رو دنبال کردم، یه سری کارا رو انجام دادم. من تو با توجه به اینکه خب شرایط زندگی برای حالا مهاجرین و پناهنده ها خیلی راحت نیست، خودتون میدونین، و اینکه من خب اوضاع مالیم و زندگیم توی ایران اوضاع خوبی مناسب بود برای زندگی، و فقط تنها دلیلی که الان قصدم پناهندگی و موندن در کانادا هست به خاطر اینکه اولا یه سری از اقوامم اینجا هستن و دلیل مهمی که به خاطر پسرم رادینه، که احساس میکنم که پسرم در اینجا در ایران ممکنه اون آیندهی که نیاز داشته باشه و خوب باشه نداشته باشه. و همین چرا؟ آه بچه ها چرا نداشته باشن؟ نصب کنید. اون آدم همسرش و خانواده رو که به هم نمیزنه به خاطر اقوام. دوران اقوام تموم شده. اقوام بی اقوام. عزیزم ما در زندگی دنیایی هستیم، خانواده هستید، شما هستید، تو همسرتون و پسرتون، متاسفانه اون پسرم از دست دارید. بروه اگر پناهندگی میگیرید که همسرتونم بیان، خب میشه فهمید، ولی اگر ایشون نمیخوان یا قصدی ندارن، در حقیقت یه نوعی دارید شما فرمان طلاق رو هم امضا میکنید. نه، ایشون قصد اومدن دارن در اولین فرصتی که بتونیم اقدام کنیم و با خودمون بیاریم، چون هیا خانواده خیلی وابستگی هم هستیم. پسرم خب پدر خیلی خب پس اگر نه سب قاره مسئله خیلی متفاوته. پس بنابراین شما آمدید که اگر تونستید تو این زمینه موفق بشید که به احتمال زیاد خواهید شد، بعدا همسرتون هم در اون شرایط حاضر هستن به شما ملحق بشن. بله بله. پسرتون هم الان ترجیحش این است که در کانادا باشه تا در ایران، درسته؟ پسرم ترجیحش فقط اینه که الان در حال حاضر نگرانه، چون خب اون امتیازاتی که تو ایرانو داشت در حال حاضر خب نداره، خیلی کمتر شده و کمترم میشه دیگه نسبت به، چون شرایط خب سخت میشه. الان ترجیحش مساویه، میگه من دوست دارم آینده بهتری داشته باشم. نمیدونه خودش که کجا میتونه آیندهش بهتر باشه. من خودم هم حقیقتا معنی نمیدونم. هیچ کس آخه اصلا معنی نداره آینده بهتر ازم. آینده بهترش این است که درس بخونه، درد سر درست نکنه، 18 ساله شد با نمره خوب بره دانشگاه خوب رشته که میخواد بره. این آینده است که به راحتی هم شدنیست، مشروط بر این که از امروز حتی روزی 3 ساعت 100% میتونه بر دانشگاهی که میخواد بره، یعنی میشه هفته 21 ساعت، در روزی 3 ساعت، چیز عجیب و غریبی هم نیست، مدرسه شو بره 3 ساعت هم درس بخونه، تمام سال میتونه موفق بشه بره هر دانشگاهی که دلش بخواد بره، هر رشته‌ای که بخواد بخونه. کاری به این سادگی که نگرانی نداره. به من برگردن بگن تو باید 100 متر راه بری، خب میرم، نگران نیستم که نتونم راه برم. من مشکل دارم برای راه رفتن. من یک کسی مشکلی داره روزی 3 ساعت درس بخونه. هیچ پسر شما مگر که بخواد میتونه برام هیچ جایی برای نگرانی برای آینده‌اش، نه در ایران نه در اینجا نیست، اگر بخواد درسش رو بخونه و درسش درست کنه. خب درسته. یعنی دکتر من به همین حرف شما رسیدم و اینکه خواستم خب شما خیلی مطمئن و قطعی در این زمینه، دوست داشتم نظر شما رو هم بدونم.
و اینکه من میگم تنها فکری که منو اذیت میکنه همین بود که فکر میکنم اگر من برگردم ایران با توجه به اینکه شرایط موندن رو دارم، یعنی از نظر مالی و تا حدودی میتونم مثلا ماهانه را خودم ساپورت کنم با رادینو و پدرش هم مایله، میترسم و نگرانم اگه برگردم از برگشتم مثلا پشیمون بشم که فکر کنم ممکنه موندنم بیشتر به نفع رادین بود. خب حالا بیاد اینقدر آخه نه صبر کنید بچه ها، از اینکه تو 18 یا 22 سالگی تو ایران بمونن، اگر خانواده خوبی داشته باشن مثل شما و درسشو بخونه، چیزی تو زندگیش عوض نمیشه، بعد به راحتی میتونه مثل هزاران هزار دانشجو با حتی کمک های تحصیلی یا اسکالرشیپ یا هر چیزی که هست وارد دانشگاهی معتبر اینجا بشه. مسئله شما اینکه خود شما ترجیحتون است که در ایران زندگی کنید یا در کانادا رو نمیدونم، اینکه همسرتون ترجیحش کدامه نمیدونم، اینکه شما در ایران یه زندگی مرفهی دارید آنگونه که میفرمایید اینجا احتمالا نخواهید داشت، خب خودمون یه مسئله بسیار جدی است. بعدم حالا این سوال بکنم اگه بتونید جواب بدید، اگر من به همسرتون بگم بین 1 تا 100 چند درصد دلت میخواد در ایران باشی چند درصد دلت میخواد در کانادا باشی، پاسخ ایشون چیه؟ یعنی همسر من نظرشون چیه؟ آره من سر همه چیز رو به حساب بیارن، شما رو، فرزندتون رو، همه رو، بهشون من بگم که شما این شرایط شماست در ایران، این شرایط احتمالی است شما در کانادا که مقداری میدونید. حالا پرسش اینه که بین 1 تا 100 چند درصد شما ترجیحتون ایرانه چند درصد کانادا؟ فکر کنید جواب ایشون به من چی هست؟ من فکر میکنم با توجه به شناختی که از ایشون دارم درصدش میره روی امتیازایی که میتونه برای پسرمون داشته باشه، اگر فکر کنه تا اینجا امتیازای بیشتری داره میگه 100% اینجا بمونید. نه من کاری ندارم این نه ببینید عزیز، مثل بسیاری از شنوندگان خوب و عزیز، خوشحالم که کسی به من گوش نمی کنه. عزیز من، بچه ها هیچ مشکلی برای پیشرفت در ایران و در کانادا ندارن اگه بخوان درس بخونن، اگه یه محیط چون بینید الان تمام شما بیاد تو 10 تا دانشگاه اول امریکا، درصد دانشجویان ایرانی تقریبا از همه گروه های دیگر در سراسر جهان بیشتره. چرا؟ برای که بچه‌هایی که خوب در ایران درس خوندن، دانشگاه‌های خوبی هم در ایران وجود داره، تونستن به راحتی بیان در دانشگاه 10 تا دانشگاه اول امریکا جا بگیرن. پس کسی از نظر اگر کسی مسئله پسر شما فقط یه چیزه یا دو چیزه، همیشه هم عرض کردم جوونا دو تا دال دارن، یکی درد سر درست نکنن، یکی درس بخونن، یکی مثبت یکی منفی. پسر شما که درد سر درست کن نیست، درس اگر بخونه تو ایران باشه موفق میشه، تو کانادا باشه موفق میشه. بنابراین مسئله نیست که این دو جا دو تا موجوده متفاوت و از ایشون میسازه، نه، ولی خانواده بودنتون برای که معلومه چه مدت طول میشه مسئله است. حالا پرسش من اینه که همسرتون همه اینا رو فرض میکنیم میدونه، اگه من بهشون بگم بین 1 تا 100 چقدر ایران رو ترجیح میده چقدر امریکا کانادا رو، پاسخ ایشون چیه؟ از بین 1 تا 100 فکر کنم 90 ایران رو ترجیح بده. اگه تمام این چیزایی که شما میگید رو بهشون بگم و همین چیزا چه قطعا ایران دیگه. من خب اگر این هست من دلیلی برای موندن شما تو کانادا نمیبینم. بعدم ببینید یه چیز میخوام هشدار بهتون بدم، آمدن شما به کانادا با مشکلاتی که پیدا میکنید و این گرایش شما به اقوام که بهش اشاره میکنید، این چیزی نیست که همسرتون باش راحت باشه و اینجا میتونید به زحمت بیفتید. یعنی میدونید اشکال کار در جامعه ایرانی هنوز ماجرای لشکرکشی فامیل محترمه. بعدم من در لس آنجلس، جایی که الان میتونم بگم 46 ساله زنم زندگی میکنم و با هزاران هزار درگیر بم، بزرگترین دلیل جنگ و جدایی و طلاق در خانواده حتی وجود فامیل درجه 1 و 2 و حالا دخالت هم تازه نکنن هست. یعنی میخوام به شما بگم کندن همسرتون از ایران در حالی که 90 درصد ترجیحش ایرانه، آمدن اینجا برای درس بچه‌ای که به نظر من ابدا فرقی نمی‌کنه و بعد آمدن اینجا با مشکلات زندگی و سطح پایین‌تر زندگی روبرو شدن و بعدم ناچار به هر حال مسئله زبان و فرهنگ، بعدم فامیل شما، اگر شما تا من می‌فرمودید فامیلتون اونجا نیستن من راحت‌تر بودم، ولی ماجرای فامیل که خود شما هم اون رو به عنوان دلیل اولتون برای ماندنتون گذاشتید کار خراب بود. دکتر ببخشید من کلمتون، من پدر مادرم سیتیزن کانادا هستن ولی ایران بیشتر همسایه خودمون در ایران هستن و اینکه در رفت آمدن
ولی واقعا موضوع خب اصلی شما آقا شما هم بیاد اونام اونام شما هم بیاد اونام میان کانادا میمونن اونم مشخص یعنی شما میشید با فامیل همسرتون میشید حالا همسرتون چند سالشونه حسن 61 سالشونه شما فکر کنید یه مرد 61 سال از نظر کاری و زبان اینجا هم اصلا هیچ کاری نمیتونن انجام بدن چون نه زبانشون خوب اگه بیان نه کاری میتونن انجام بدن شما فکر کنید یه مرد 61 ساله که 20 سال زندگی فعال جلوشه شما بیارید تو کانادا از کار بندازیدش بعد بگید ما اومدیم اینجا به خاطر اینکه پسرمون لیسانسش یا دیپلمش رو در کانادا بگیره یا لیسانسش رو در کانادا بگیره چه تفاوتی با دیپلم و لیسانس ایران داره من هیچ مناسب میخواید شما عرایز من رو با همسرتون دلتون میخواد در میون بگذارید به من الان اگر شما بفرمایید با اطلاعاتی که من به تو دادم نظر چه من حتما ترجیح هم ایرانه بله حتما بهشون میگم ازشون میپرسم پس من میخواستم خیالم بفرمایید عزیز نه بفرمایید خواهیش میخواستم خواهیش میکنم میخواستم از نظر این که چون حقیقتش اینه که میدونید که هم پدر مادر میخوان بهترین کار رو برای فرزندشون انجام بدن و همیشه توی تصمیم گرفتن کم میارن خب شما بهترین کسی هستی که میشه مشورت کرد باشون خواستم واقعا از این نظر که میتونم یه مادری باشم که بهترین تصمیم رو برای آینده پسرم میگیرم خب خیالم راحت بشه چون توانایی هم موندن رو دارم هم رفتن و یه دورایی هستش که بعدا حسرت این که کدوم رو انتخاب کردم رو نخورم فقط این جریان خیلی برام مهم بود ببینید عزیز اشکال کار تاریخ میدونید چیه اشکال کار تاریخ میگه فرض کنید یه آدمی میخواد با دو نفر که خواستگارش هستن یا علاقمنده ازدواج کنه ما با یکی ازدواج کنیم ولی نمیدونیم با اون یکی چی میشد که مقایسه کنیم ما بنابراین مقایسه‌مون علمی خواهد بود چون اعلام شما که نمیتونید بگید من یه زندگی میام در کانادا میمونم بعد از پایان عمرم دوباره شروع میکنم این دفعه میرم ایران میمونم بعد مقایسه کنم نکنم این داستانی که من حسرت بخورم و پشیمون بشم در بیشتر موارد اصلا معنایی نداره بازی و بهانه است اون موضوع نیست من فقط عرضم این است که شما یه فرزند دارید یک این خودش یه مسئله است تو ایران تا 14 سالگی آمده همینقدر که درسش خوب باشه و بتونه بره یه دانشگاه خوبی در ایران بعدش به راحتی میتونه بیاد اگر خواست دورای تخصصی رو اینجا بگذرونه شما میتونید به دنبالش حالا را بیفتید تازه این حرف مال فرض کنید 8 سال دیگه است میدونید یه زمان نزدیکی نیست همسرتون هم رسیدن به 70 سالگی شاید حالا دیگه بتونن خودشون رو یه جوری بازنشسته کنن و اون رو بپذیرن اما آوردن همسرتون در 61 سالگی به کانادا در حالی که زبان نمیدونن شغل و کاری هم به اون صورت ندارن صد درآمد بیاد اینجا بعد خانواده شما اینجا باشن و ارتباط شما کاملا از حرفاتون هم پیداست یه نوع به هر حال ارتباط و وابستگی خانوادگی است و یه همچین چیزی مرد رو دچار اشکال میکنه پسرتون رو هم میتونه گرفتار کنه بر به تنها حسن اینجا شرایط بهترشه که قبول دارم ولی فرزند شما با توجه به امکانات خوبی که شما دارید در اونجا میتونه دبیرستان خوبی بره دانشگاه خوبی هم بره درسش رو بخونه اینه که من نمیخوام توی چنین شرایطی اوضاع رو به هم بریزید برای این وضعیت مربوط به مهاجرت و نمیدونم ویزا و اینا احتمالا مسائل سیاسی که هست میتونه در آینده نزدیک تغییرم بکنه یعنی یه چیزی که وافق کنیم برای 5 سال یا 50 سال آینده هم چنین خواهد بود اینه که در مجموع آنچه که شما به من فرمودید من ترجیحم ایرانه برای شما و بعدش احتمالاً آمدن ولی اگر دلتون میخواد بذارید عرایض من رو هم فامیلتون که خوشحال نخواهند شد بشنوند هم همسرتون که شاید یه نگاهی به این موضوع متفاوت داشته باشن بعد تصمیم بگیرید و بعدم یادتون باشه خوشبختانه انتخابتون بین خوب و بهتره عزیز انتخاب وقتی بده که بین بد و بدتر باشه شما انتخابتون بین خوب و بهتر حالا آمدیم خوب هم انتخاب کردید خب بد بهتر از دست رفته ولی باز همچنان خوبه و مطمئنم که موفق خواهید شد بعدم من بعد از اون ضربه ای که شما به خاطر از دست دادن فرزندتون که من همچنان غمگینم و کمی هم هنوز تو چشمم اشکه حتماً آقای دکتر من نمیخوام اذیت بشید نمیخوام اذیت بشید نمیتونم و بیشتر وقتی چیزی هم فکرم اینه که خب در حال دارم میشه برای رادانی برای پسر بزرگم که خب در حتی امکان تعریف کردم نتونستم نگرشم یعنی واقعا یه وسواسی انگار برای من شده که بتونم برای این پسرم بهتر کنم نه نداشته باشید عزیزم نه نداشته باشید عزیزم همینقدر که فرزند شما اون دو تا دال رو داشته باشه
مطمئن باشید همه چیزهای خوب اتفاق میفته و امیدوارم به هر حال این ایام و این تصمیم هم بگذره. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. منم همینطور، ممنون از راهنماییتون، خیلی خوشحال شدم صداتون رو شنیدم.